که بچه ها شاید ندونن دیگه نه این کوبیده ترش این کوبیده ترش بود یا معمولیه این ترش هر دو تا ترش درست کردم عالی من عاشق یه جور مبینا میگه درست کردم من حل روشن کردم کاش بگید چه کاره عالیه یعنی عالی مشتبه چیزی درست کردم براش چیزی براش درست کردم که خیلی دوست داره باید ببینیم اونجا از غالب درش بیارم چیزکیک لوتوس از آرشکا که اومدن سریع براش درست کردم کلی زرق و ظروف میخوندم براش بسنم براش درست کردم پروتئین تراپی چیز نیست یعنی کراتین نیست کراتین کلن لخت و صاف و ایناست این تقویت موه فقط قیافه فندق تپ تپی من رو نگاه میکنی ناراحته دیر اومدم بهش برخورده سلام بچه ها چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه من خیلی سرصدا نکردم بخاطر اینکه موبینا و مشتبا خوابیده بودن دیشب مشتبا با عادل داشتن کارهای نجاری انجام میدادن یه ماکت میسازن برای رستوران ما امروز قرار بریم نصبش کنیم اگر خدا بخواد بعد خیلی هوا سرده منم لباس گرم پوشیدم ولی بازم سردم داره بارون میاد میبینی؟ الان کجا؟ اومدم آرایشگاه نوبت دارم زود رسیدم خود آرایشگاه هنوز نیومده تو راه خدا رو شکر چون ناراحت میشدم اگر منتظر میموندن خیلی دوست ندارم کسی رو منتظر بذارم دیگه امروز میخوام بیام برای پروتئین تراپی موها امسا خیلی دوست نداشتم رنگ و لایت و اینا انجام بدم کم تا جون گفت میتونی حداقل موها تو پروتئین تراپی کنی که برای تقویت و حالای صافی هم به موها میده امروز نوبت دارم ببینم چطور میشه موها سلام از لوندر آرشکرهای عزیز اومدن بعد داریم کارهای داریم انگار من دارم کارهای انجام بدم اسمی چی آدم رفت داریم پروتئین تراپی میکنیم برای ستاره جون پروتئین تراپی کاریه که واقعا خیلی حال مو رو خوب میکنه اصطلاحاً ساده بخوایم بگیم و خیلی توی آبرسانی به مو توی تغذیه مو چه از لحاظ ویتامینه چه از لحاظ پروتئین هایی که هست توی این مواد چه از لحاظ یه درصد ضعیفی از کراتینی که توش هست یک سری مواد خیلی مغذی رو به مو اضافه میکنه و باعث میشه تار مو خیلی کلفت‌تر میشه خیلی حالت دمیجیش گرفته میشه و در واقع میشه گفتش که واقعا حال مو رو خوب میکنه بله 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 رشتمون رو بهتر میکنه پروتئین بله میگن که رشتمون تأثیر میذاره بعضی از مشتری ها چیزی که تجربه ثابت کرده رو من دارم میگم این که به واقع بگیم که همچین چیزی به صورت علمی نوشته شده جایی که توی رشد مو تأثیری داره نه اینطوری نیستش که جایی خونده باشیم دیده باشیم یا مثلا نوشته شده باشه ولی مشتری هایی که میان همشون تزشون اینه که این کار توی رشد مو تأثیر میذاره کراتین میشه گفت یه مقدار موها رو شلاقی تر میکنه موها رو خیلی لخت و صاف و خیلی خیلی براق میکنه ولی بعد موهای ما که مثلا حالا رنگی لایتی داریم فکر کنم این بهترین گزینه هست آره من چون این خیلی بیشتر فاز احیا داره من خودم اینو ترجیح میدم یعنی اگه قبلش خودم هم انجام بدم که دادم به تازگی ترجیح میدم که پروتئین تراپی کنم تا کراتین میخوام بکنم استوری رو دیدم خیلی دوست داشتم آره اون استوری خیلی داستان داشت کلی ما اینجا پشت صحنه داشتیم از اون استوری خلاصه اینکه امیدوارم که عالی باشه مطمئنه که عالی میشه ولی خب خیلی احساس میکنم اصلا شونه کشیدن و قرص کشیدن و خوش کردن همش راحت‌تر میشه دقیقا بعضی از آدم ها کراتین رو به این خاطر دوست ندارن که خیلی بیش از حد لخت و چرب میکنه موها رو
اما پروتئین کار نمیکنه دیگه، یعنی یه حالتی هم داره موها، یعنی یه پفی هم داره. تو نگاه کن مثلا موهای منم اونقدر لخت نشده ولی عالی شده. نه یه سوال هم داریم، چون خیلی این ویدیو رو بخوام ببینن مثلا حالا تجربهشو نداشته باشم، میخوان مثلا بعد از این ویدیو بیان حالا میگم فیزیوتراپی اینقدر که عادی میشه داشتن همین قضیه شوخی میگم که ما تنها چیزی که تو زندگی من جا انجام دادیم فیزیوتراپی بوده. حالا میخوام این چیکار اسمش یادم میره همش پروتئین تراپی. خیلی شاید تجربه نداشته باشم بعد از این بخوان انجام بدن و اینا، پس کسی که حالا ماشو رنگ کنه یا لود این بهترین گزینه است. یه دونه همین که اگر موها خیلی دوست دارن لخت باشه بازم این خیلی خوبه، بیشتر کمکشون میکنه. دقیقاً. نگهداری بعدش هم یه ریز میگی که شاید نگهداری بعدش تقریبا شبیه همون مثلا کراتینه که باید شامپوهای فیرسولفات استفاده بکنید و ماسکای خوب بر داخل حموم استفاده بکنید، اما این نیستش که مثلا بگیم که خیلی باید مثل کراتین خیلی خیلی مواظب باشی. اما خب همون استخر نرفتن، همون شامپوهای خوب زدن، یا آها یه چیز خیلی مهم این که بعضی از افراد یه اعتیاد خیلی عجیب غریبی به اتوی مو دارن. این اتوی مو نمیدونین چه بلایی به سر مو میاره ستاره جون، یعنی واقعا نامرده اتوی مو. و بعد از اینکه پروتئین و کراتین میکنیم دیگه باید به اتو خدافزی کنیم رسما، یعنی اینکه اتو باشه بیاد کار انجام بدیم یه دقیقه جلوشو بخوایم صافتر بکنیم، چون به هر حال پروتئین اون حالتو داری دیگه تو موهات. حالا من بودم اینجوری ولی از وقتی که برام رنگ و لایت و اینا انجام دادی دیگه خب خدا رو شکر. معمولا کسایی که میام پیش من انقدر من غر میزنم راجبه او توی مو میگم آقا اصلا بنداز دور، برای چی نگه میداری؟ نه یه سشوار شد دیگه میکشم، قبلا سشوار نمیکشیدم او تو میکشیدم، الان دیگه چون سشوار میکشم دیگه واقعا او تو رو استفاده میکنم. بهترین کار میکنین. سشوار هم تازه با حرارت خیلی ملایم از راه دور بگیرین، اصلا چون شما که براشینگ حرفه‌ای رو بلد نیستین و براشینگ حرفه‌ای هم اصلا کار خوبی نیست واقعا توی طول مثلا مدت طولانی. بهترین کار اینه که آدم یه مراسمی مجلسی جایی میخواد بره ماشو براشینگ خیلی حرفه‌ای بکنه و بخواد از نزدیک بگیره، در غیر این صورت با باد سشوار خصوصا از این بعد که دیگه موهات با باد سشوار به راحتی لخت لخت میشه. حالا چون این همه صدام هم توش بوده به خاطر اینکه خودم رو ببینم میام اینجا مادر باید بمیره جان تو من بمیرم مادر قربونت برم الهی ببخشید فندقی جان تو من بمیرم مادر من برات بمیرم جان بودی باباده تو رو گذاشت ببخشید کارم خیلی طول کشید فندقی مادر پسر قشنگم ناراحتی؟ جانت رو خست کنم؟ ببین مامان چه کار کرده موهاشو؟ بیا موهای مامانت رو نگاه کن دیگه، اهمیت نمیدی بچه؟ آدر من نون برات گذاشته چرا؟ مادر باید ببینه ببین مامان چه کار کرده؟ ببین مامان چه کار کرده؟ نبودم رفتم آرایشگاه ببین چه خوشگل شدم؟ حتی اینم از موها اینقدر که عجله داشتم زود برسم خیلی عالی شد، یعنی باور نمی‌کنی چقدر احساس سبکی من می‌کنم. خیلی خیلی عالی شد. تا 3 روز نباید موهامو بشورم و حتما باید شامپوی بدون سولفات بگیرم. حالا دیگه الان که عادی نیست، هوا هم بارونیه، خودم نمیتونم برم بعد می‌خرم. ببین چقدر عالی شد مادر بس ببین قدایی میزنی؟ آره زانه تو قصد کنم بودی وای بچه ها خیلی گرسنم شده بود همین که رسیدم
ماکارونی که حاضر گرم کرده بود الان البته سرده، با نون دارم میخورم ساندویچ ماکارونی. برای این بودم سالاد گذاشتم و ماکارونی داشت میخورد. پسر قشنگم پنج دقیقه به 12 شبه، منم حاضر شدم، قراره بریم رستوران موبینا اینا، آدل قراره دکورشون رو درست کنه. چه موهایی دارم من. بودی بودی چطور شده موهام؟ مادر قربونت بره، بابا تو دیدی سیر شدی. چطور شده همسر؟ اینو بگیر بچه ها پشت موهای منم ببینن. بودی تو بیا اینا. بچه چطور شده؟ خیلی حس خوبی دارم، خیلی، یعنی انقدر سبک شده موها. خیلی زمان برد، ما از ساعت 11 که رفتم تا اومدن فکر کنم 11:30 شروع کردن، من ساعت 8 رسیدم خونه تا تموم شد. یعنی خیلی خسته شدن و واقعا کار پر زحمتیه. یعنی خیلی خوبه. میشه موهای من پروتئین کنه؟ نمیدونم میشه یعنی تو باید بکنم مو بکاری. آده نظرتون چیه بچه ها؟ عادل مو بکاره؟ خودش هم دوست داری نه؟ نمیدونم، بهش فکر نکردم. من فکر نکردم. به نظرم هر آدمی همون جور که هست لیباس، حالا مهم اینه که خودش چجوری دلش میخواد. من ولی خیلی راحت شدم، خیلی دوست داشتم موامو پروتئین کنم. ببین صاف قشنگ. حالا این فکر کن پروتئین تراپی چیز نیست، یعنی کراتین نیست، کراتین کلن لخت و صاف و ایناست، این تقویت موه. فقط قیافه بنده تپ تپی من رو نگاه میکنی ناراحته، دیر اومدم بهش برخورده. آدل آماده شی؟ من آماده. آره تو آماده. بریم موبینا اینا منتظرن. بعد زنگ داده بود که گفت کجا این، گفتم که خونه، گفت واقعا تا ماره و اینا، گفتش که من فکرم مثلا شام آماده کردیم که بیان. من گفتم که موبینا آدل دیر اومد، تازه می‌خواستیم بریم یه چیزی بخوریم، حالا که شما حاضر کردید باشه سریع میاد. آها من یه چیزی درست کردم براش، یه چیزی براش درست کردم که خیلی دوست داره. باید ببینیم اونجا از قالب درش بیارم. چیزکیک لوتوس از آرایشگاه که اومدن سریع براش درست کردم، کلی ظرف و ظروف می‌خواستم براش بسنم، براش درست کردم. اینو بذاریم روش که خاک چیزی نگیره. آره بریم اونجا بعد از قالب درش بریم. آره من دیگه انقدر گشتمه. نوشیدنی چی میخوریم؟ بودی هم اونجا نشسته. چه پرسنل خوشتیپی. چه کارفرمای بد اخلاقی. آروم بذار جلو. خب من شده الان بالا معلوم باشه. رویاش غذا بخوری. باشه نشون بده. بعد ناراحت نشه دیگه خانم عزیز. نه خیلی خیلی خوش اخلاقه. اصلا معرفی میکنم همه بیان اینجا آخه مخلفاتو ببین. از پرسه راضی نیستی بزنم خانم عزیز چیکار می‌کنی؟ نه خیلی آقای چه بخاری خاموش کن خیلی گرمه. آقای خیلی خوش تیپیه. خیلی گرمه. میتونم شماره‌تون رو داشت. آقا میتونم شما رسمی داشته باشم؟ نه من همسر دارم. خب الان به کارفرماتون میگم شما رو اخراج کنه. همینو میخواستی؟ میگوشم این شما بگیرشون و ناورم اینجوری علکی نیست بسکره. ببین چه ویوی داری این غذا؟ ویوی عبدیه بس ماشین ماشین شما برفروشه. من اینا بردار. هرگز خواست خیلی بچه ها غذامون رو بخوریم بعد این پرسنل برن شروع کنم به کار کردن. بخور ماشم به این چطه نفت کنم. بخورش چه برفیه بچه ها. اون قسمت رو قرار درست کنم، امیدوارم خیلی عالی در بیاد. اون چیزی که من اینا فوق‌العاده است.
ولی اون کیک لوتوس رو دیدم، چیز کیک رو دیدم، باز روحیه دارم که تمام زمان امشتم همه اون روحیه دارم. اصلا امروز صبح نمیخواستم پاشم. چرا؟ خسته بودی؟ مرده بودم به خونه، یعنی ساعت ده صبح که گوشیم زنگ رو باز از اون بالا پرتش کنم پایین. نگفتم شما بیدار نمیشین من برم؟ نمیخواستم برم. هم سلام بود رفتیم. باشه این چیه؟ یکی یکی بچه‌ها شاید ندونن. مثلا یه قاشق چنگال میاری. این کوبیده ترشه. این کوبیده ترش بود یا معمولیه؟ این ترشه. هر دو تا ترش درست کردم. عالی، من عاشق یه جور مبینا میگه درست کردم. من حل روشن کردم. چه کاش بگید چه کاره؟ عالیه، یعنی عالی. ستاره جون چی کرده؟ همه رو دیوونه فرخاله. این هم همسران پرتلاشمون. شامو خوردیم، گفتیم یه چایی بزنیم که بشوره ببره. اولش فکر کردم الان جا ندارم، ولی وقتی اینو دیدم فکر کردم خیلی هم جا دارم، خوبم جا دارم. چه؟ چنگال؟ آره هست. بچه جا تو خالی. خیلی ها به من گفتن آموزش اینو بذار. نه بالا منظورمه. چنگال بزرگ داریم دیگه. خیلی ها گفتن دستور اینو بذار. و من گفتم که این دیگه تو مردک میذارم برای فروش. حالا آموزششو نذاشتم. ولی اگه دوست داشته باشیم بگیم براتون دستورشو بذارم که شما بسید. یعنی خیلی عالیه بچه ها. پر هزینه ولی خیلی عالی. آره واقعا. البته اینم بگم و همینو میتونید با بیسکویت ایرانیش و کرم ایرانیش درست کنید. حالا قیمت های ذره پایین تر هم میاد، ولی به نظر من با خود همون خارجیش درست کنید خیلی عالی. آره بذارید از نزدیک براتون بگم، شاید دلتون خواست. مطمئنم دل سیمی نه چی کار برم مطمئنم دل سیمی میخواد، عاشق اینه. بیای سیمین جون خالی. آره بابا. بیا. این ستان بیا چایتون سرد میشه. اینو با چنگال بگیرید. نصف شبی داریم چیکار؟ در قدیم ما داخانه ها را کاغذ می‌زدیم. کاغذ. چه گلی داریم این نصف شب ساعت 3 و ربع. به سرمون داریم می‌زنیم. خانه ها را کاغذ می‌زدیم. در یه روستایی داشتیم. گل رو خیلی بود. چاله میکنی؟ واقعا خونه ها نماشین بود یا خودش کلن با کاگل بود؟ چجوری بود؟ با خشت بود، بعد نماش با کاگل بود. در گذشته ما کانا رو چوب میزنیم. همه رو چوب میزنیم. چوب های گرد واگانی. این ساعت 3 و ربع دیگه اینا مزهشو چوب های گرد واگانی میزدیم. بعد اون کولر چی؟ لا بلا چوب و کاگل میگرفتیم. ماشاءالله. ماشاءالله اون کوله بالش دیگه این بر نمیاد. اشکالی نداره. خانه قدیم کوله، این خانه ها خودش از سبا دارید. تنک بذار. زمان خود دارم زمان الام ساعت چنده؟ وای ساعت چنده؟ ما بینه ساعت چنده؟ ببین ساعت قرار بود که ایچ همون کنم. همه خسته این همه، یعنی من دیگه دارم قش میرم. آدلم همینطور. آدل چی کار میکنه؟ کجایی؟ آدل جان کجایی؟ اینجا بگم بگم در مورد کارتون توضیح بدیم. بیا بارو بابا. کار واقعا مسخره. ایده مسخره. خودتون هر کی اذیت دارید میکنید. خودمونم مسخره. ما آدم نیستیم. نه بچه ها خیلی زیبا شد، ولی بچه ها واقعا خستن دیگه. اصلا این برای یه شب نبود، کلی ریسکاری داشت. حالا این قسمتش مونده، باید از اون تلقا برای این قسمت ها هم میبریدن که فکر کنم دیگه اینو نرسیم چون خیلی دیره، ساعت 6 خورده ایه و قرار شد فقط این پنجره ها رو اینجوری تلق بزنیم. این شکلی شد خیلی خوشگله. بعد متاسفانه این قسمت باکس هم که میبینی
اینم نیاوردن که بتونن اینو نصب کنن. یکم نصف نیمه شد کارا. خب بچه جان وای خسته نباشید، همه تون رو خوشحال میگوید. همگی آره خسته نباشن. هم دقیقه به هفته صبح همه گی میگه خسته نباشید. آره واقعا همه گی خسته. همه گیره نکنه از فندق گرفته تا مبینا مشتبا عادل من دیگه خیلی قشنگ شد. فقط یه سری کارا مونده که باید الان انجام بدن دیگه. اون پایین و اون چی بود لوزی لوزی ها که میخواستن داخلش حلقای رنگی بندازن نشد چون واقعا تایم کم داریم و وسیله هم نداشتن. امیدوارم که به سلامتی درست بشه اینجا، کلی مشتری بیاد لذت ببرن، عکسای یادگاری بگیرن. یافه سوار چیه آده جون دست در نکنه، دو روز این آقایون نخوابیدن واقعا دست همه گیتون در نکنه، مخصوصا عادل عزیز. واقعا خسته شدیم، دو روز اینا نخوابیدن. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم که دوست داشته باشید، خوشتون اومد لایک کنید. اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که ویدیوهای ما برای شما نشون داده بشه. مرسی که همراه ما هستید. بچه شما هیچ حرفی ندارید دیگه؟ نه خیلی خسته این واقعا منم واقعا خستم، به زور دارم چشمام باز نگه میدارم. خدا کنه زود حاضر بشه اومدین اینجا عکس بگیرید و برام کامنت بذارید دیگه. دوستتون دارم تا ویدیوهای دیگه. خدا نگهدارتون بچه ها. خدا